سلام، جلسه پنج بلک نات امروز یک شنبه 25 فروردین یه همچین چیزیه 23 فروردینه 12 اپریل 2015 و امیدوارم جلسه امروزم کوتاه باشه. من میخوام فقط پارسلر رو تموم کنم، یه فیچر مهمی رو توش نذاشتم، یه ایرور چکینگ مهمی رو و اون کانفیگوریشن فایلم رو بنویسم. فعلا همه نیم ولیو همه چیزایی که تو کانفیگوریشن فایل میخواد بره رو نداریم و کم کم در طول پروژه اضافه میشه طبیعتاً چیزایی که باید کانفیگر بشه، ولی یک دو تا سامپل یه چیزایی میذاریم توش که فقط ببینیم چه جوری ازش استفاده کنیم. اون قسمتش هنوز نداریم، با این چیزایی که پارس میکنیم هنوز کاری نمیکنیم. حالا من میخوام اون رو هم انجام بدم. پس جلسه هم امیدوارم که زیر یک ساعت باشه. خب اول از همه یه چک میخوام برای یه فانکشن میخوام که سایزامو چک کنه که از این بافرام نذارم بیرون. اگه دقت کنید ببینید که برای سیکشن نیمم، برای نیمز، برای خود نیم و برای ولیوم سایز مشخص دارم، حتی اکثر سایز دارم که منطقی هم هست. نمیخوام از دایناک مموری همینجا یه دفعه استفاده کنم هی استرینگ بذارم، نمیخواد کانفیگوریشن. خب یه فانکشن فعلا مینویسم، اسمشو بول، اسمشو میذارم push care check. یه care star buffer میگیره، buffer یه unsigned reference in out size میگیره و یه unsigned max size میگیره. فکر کنم همین است. حالا باید بگیم که دیگه چی میخوام. فانکشنی که استفاده میکنم برای اینکه یه کارکتر جدید رو به تایی بافری بزنم کنم و سایزش هم چک کنم که اگر سایزش درست نبود ارور سایز وایلیشن درست کنم، جنریت کنم. اسم کلاس هم هست config parser بولی که برمیگردونه این که اوکیه. خب بگم که اگر if in out size کوچکتر بوده از max size یک کاری بکن، وگرنه یک کاری بکن. اگر کوچکتر باشه از مکس سایز یعنی تو بافرم هنوز جا دارم، پس کاری که میکنم میگه خود کاراکتری که میخوام تو بافرم به تپنام باید پاس بدیم. بزنیم کاراکتر رو پرونش رو اول پاس بدیم، کاراکتر سی اچ پرونش رو اول. خب اگر اینجوری بود بگو بافر این اوت سایز پلاس پلاس مساوی است با سی اچ و ریترن کانتری. اگر اینجوری نبود سایز وایلیشن داریم طبیعتا دیگه، وقتی سایز وایلیشن داریم دقت کنید که تو این فانکشن من نال تای بافرم اضافه نمی کنم، یعنی نال و کاری نش ندارم، میتونم حالا نال هم بذارم. خیلی برای نال الان جا دارم، اگر مکس سایز هم باشه 10 و این اوت سایز هم آلردی 9 باشه یعنی نام تو کاراکتر توش دارم، برای نال جا ندارم. حتی با فرام همه رو یه دونه بیشتر گرفتم، فرض میکنیم که برای نال همیشه یه دونه بیشتر از اون جا هست. فرض میکنیم جا هست. Terminating.
اگر اینجوری نبود بگو که ارور if فایس مساوی بود با اروره ارور سایز وایلیشن و ام لاین و ام کالم و ام بایت اگر این فایس برگرد میتونم ریترن کن از اینجوری ریترن کن اروره این هم نمیخوایم، این هم نمیخوایم. پوش کرد چکت همه جایی که یه کارکتر میزنیم توی بافر از پانکشن باید استفاده کنیم از بالا هر جایی که یه کارکتر میزنیم توی بافر کارکتر توی بافر اینجا ها اضافه نمی کنیم اینجا هم همینطور پارس سکشن هدر پاپ کر اسکیپ فاس اینجا اینجا معادل این هست من میگم که ام کار سکشن سایز مساوی است با صفر و ایف فالس مساوی با پوش کر چکت کارکترمون هست کار بافرمون اسمش هست ام کار سکشن سایزمون هست ام کار سکشن سایز و مکس سایزمون هم هست ام اس سی مکس سکشن سایز اگر اینجوری بود ریتن کن اگر کارکتر رو نتونستی اضافه کنی باز برگردی به جای اینجا هم همینطور اینجا هم از همین دقیقا استفاده میکنیم فقط میخواد که من ایشال از نشه اگه فالس مساوی این بود خب تش نال بذار اگه نیو سیکشن این پاپ کردم من باید آخرش ریترن کنم پاپ کرد به جای کم جو ریترن کنم چون پاپ کرد ممکنه فالس برگردونه و سکشن من تموم شده باشه ولی چیزی نداشته باشه همش خالی نداره فکر کنم یک سکشن من تموم شده باشه اوکی خب پارس کامنت کامنت ها رو که نگه نمیدارم پس مشکلی نیست این هم میتونه آخرش با کامنت تموم شه پس اینجا هم مشکلی نداره پارس نیم ولیو پر نیم ولیو پر رو وقتی میخوام پارس کنم نیم سایز و ولیو سایز رو درسته پارس نیم نیم و نیم سایز اوکی پارس نیم باید این کار انجام بدم اینجا هم که چیزی تو بافر نمیذارم خب اینا درسته پس پارس نیم پارس نیم بافر صفر مساوی کار اس زی مساوی یک به جای این کار من میگم که s0 مساوی 0 قرار بده و بگو if false مساوی بود با push کر checked کارکتر من هست کار بافر من هست بافر سایز من هست سایز و max size هم هست msc max name size اگر اینجوری بود ریترن کن فالس این هم کارکتر اول رو هم نمیتونستی بذاری تو بافرت ریترن کن فالس ولی خب مشکل من نیست اینجا هم به جای این من از هم کانسترکشن نکس اینجا سایز نیست دیگه اس زی خب اس زی فرقی واقعا نمی کنه اپتیمایزیشن بی خود من دارم انجام SZ رو من بر میدارم و به جای SZ از سایز استفاده میکنم فقط میگم سایز اکسابیس به صفر اینجا هم از سایز استفاده میکنم اینجا هم همینطور از سایز استفاده میکنم چرا این کار سایز رو نمیدیرید به
23 پیش میگه گلی که اولی میخواد دارم نمیخونم دیگه. اون سایز فرمت خروجیه در واقع. پارس ولیو هم این همین سایز سایز صرف این هم فکر میکنم دقیقا از همین فقط من سایزش هم دک سایزش بکس زیو سایز صرف ها اینا بجای اس زیو سایز صرف از سایز استفاده باید بکنم ولیو همون چون کوتیشن داری یه ذره پارس کرده سخت current buffer size و max name size نیست max value size اینجا هم همینطور هر جایی که buffer رو یه چیزی توش پوش میکنم به جاش باید بذاره بده باید بذاره این کار به جای current escape character رو پوش میکنم و max value source درست دو راه بعد یه چکی بعدش تبعیت هم میکنم character هم اینجا هم که character پوش میکنم یه یا پلاک نمیخواد فعلی بافر سایز مثالی هست به صرف اگر ای او آی بود بگو دابل کوت لازم داریم فقط ای او آی اگر نات نتونستی پاک کرد کنی اینو بگو پارسرمون قطعا باگ خواهد داشت اینجوری پارسر نوشتن حتما به باگ میخوره ولی در طول پروژه اگه باگی دیدیم میایم برطرفش میکنیم خب الان اون پارسینگ قبلی که انجام میداد داره دوباره همون انجام میده و به نظر درست میاد بذار ببینیم فایل کانفیگوریشن ما چی بود فایل کانفیگوریشن ما اینه x مساوی y x x مساوی z z space h name مساوی value space و p مساوی q بعد ftsd فلان ftsd فلان مساوی است با یه چیز عجیب n مساوی است با quotation hello world backslash n مساوی است با quotation hello world backslash اگزرم این دفعه ما تعجب quotation بسته اونم که کامنتی که نباید بخونه و تمام نیو سکشن دوازدن که هیچی توش نیست حالا میخوام ببینم که اگه من یه دونه از این رو خیلی طولانی کنم چی میشه آیا به من سایز وایلیشن میده یا نه
اینکه این کارو بکنم کافیه ۶۴ تا بود یه ذره خنده داره بخیم بعد باید دقیقا کاراکتر 64 و 65 این به من ارور 65 مش در واقع به من ارور سایز وایل میشن بده خط دو خط دو کاراکتر 66 از یک شروع میشه 65 رو هم میخونه چجور 65 میخونه 64 تا جا بریم من کارنتش رفته جلو دیگه تو من پاک کر کردم بذار نگران شده بود یه دقیقا 64 تا باشه بذار من یه دارو کم کنم کنم 4 تا مثلا سکشن نیم کاری سکشن نیم بذار هرچی میخواد باشه نیم سایز رو بکنم 4 اینجا هم یک 4 نیم رو باید قبول کنه ولی پی 1 2 3 4 رو نباید قبول کنه مال نیم نیم رو قبول کرد و دقیقا پی 1 2 3 4 رو قبول نکرد این خیلی خوبه خط پنجم کارکتر 22 یون کارکتر کالم 22 دقیقا رو مساوی حالا بعد از کاراکتر 4 یعنی بعد از اون کاراکتری که ما باش مشکل داریم به اندر رو میده اینو شما قبول کنه اگه من اینو حذف کنم الان باید اینو پارس کنم رد شد یه چیزی دیگه بمونه رو بده درسته چون هنوز نیمای طولانی داریم خوب پس داره کار میکنه پارسرمون داره کار میکنه اوکی حالا باید با این ولیوهای پارس شده یه کاری بکنیم الان فقط چاپشون میکنیم باید توی این کانفیگوریشنمون یه کاری با اینا کانفیگوریشن فایل کانفیگوریشن فایل یه مکانیزمایی داره برای ساپورت این که از کانفیگ پارسر ارث ببره که اونا رو کاری نداریم اینا پرایوتشن روشی که من معمولا میگه من که خودم بودم فکر میکنم حالا در ادامه شاید این کارو بکنم من دو تا کلاس برای کانفیگوریشن پارس کردم می‌نویسم یکیش کلاس ددیکیتری که تو سی وی پی هستم می‌نویسم تو هدر نیست فعلا می‌ذارم اینجوری باشه یه دیزاین بهتری می‌تونم داشته باشم چون الان کلاس کانفیگ فایل من آلوده به کانفیگ پارسر شده در که لازم نیست اینجوری باشه من میتونم یه اینستنس از کانفیگ پارسر بگیرم پارسم انجام بدم و تمام دیگه کاری با کانفیگ پارسر ندارم ولی حالا فعلا اینو همینجوری کسب بسریم باشه دیزاینی بهتر براش داریم اگر بیشتر از یه جا خواستیم از این استفاده کنیم من بهترش میکنم بیشتر از یه جا ولی واقعا از این میخوایم استفاده کنیم فعلا نمیخوام خیلی پیچیده باشه خب کانفیگوریشنه که من لازم دارم چیه مثلا رزولوشن بازی صفحه است آره رزولوشن صفحه است ویتو های چه در میکنم گرافیک مثلا کوالیتی چیز داره سیتینگ های گرافیک فعلا آره فعلا به عنوان سمپل یه چند تا چیزی می‌نویسم لازم نیست حتما همه چی رو الان پنیان بکشم استیت سید و موزیکی آره درایوری که مثلا برای رندرینگ میخوان استفاده کنیم دیوایسی که برای خروج صدا میخوان استفاده کنیم والیوممون چه میدونم اینپوت هامون حتی یا تان یه اینپوت همون یه فایل جدا کنه خاص سیتینگ نیست که پلیر تو آپشن سیو میکنه الزامات فقط اون نیست سیتینگی خود گیم باش داره کار میکنه آره ممکنه جدا کنیم دیگه یه مثلا انجین سیتینگز بذاریم یه دونه گیم سیتینگز بذاریم یه همچین چیزی انجین سیتینگزمون اینترنال باشه که از پلیر انتظار نباید در واقع پلیر تغییرش بده برای تستای خودمونه یه دونه دیگه واقعا پلیر ستینگه که ممکنه پلیر تو کانفیگوریشن عوض کنه میگم والیوم صداش کم زیاد کنه والیوم مستر والیوم شو کم زیاد کنه بعد اون میخواد سیو کنیم ولی هیچ دلیل نداره که این کانفیگوریشن رو از فایل بیاد به خاطر همین میتونیم کانفیگوریشن انجین اون رو ببریم توی استرینگ و اون رو پارس کنیم یا استرینگ تو گیم اون امبدش کنیم لازم نیست حتما تو فایل بیاد ولی به هر حال میخوام آزمایش خطا کنیم برام خوبه تو فایل باشه اون برای شون سرلایز کردن اون ولی سرلایز کردنش هم می‌نویسیم منتها اگه این جلسه این کارو سریع تموم بشه سرلایز کردنش هم می‌نویسیم چون دقیقاً یه سرویس کردن هم میخواد مثلا یه فایل دیفالت بالاخره میخواد درست کنید در و این کانفیگوریشن پلن من این نیست که کانفیگوریشن رو ران تایم بتونی تغییر بدی و اعمال بشه تغییرات حالا شاید اون سمتی هم بریم ولی من فعلا پلنم این نیست بر یه ذره 1999 این کار که از کانفیگوریشن که تغییر میدی از بازو باید بیای بیرون دوباره لانچش کنی بری خب اول اسکول بکن دیتا هایی که لازم داریم مثلا چی مثلا همون اینکه فول اسکرین هست یا نه به همین راحتی اول آره درایور نیم هم میخوایم لازم داریم ولی فعلا ام
فول سکرین. نه اما در دیفالت هم گذاشت بدم بگه مثلا این فول سکرین همون فعلا فالس باشه. فعلا بزن این رس بشه چی اینجوری مثلا GFX فول سکرین GFX گرافیکس همونه GFX رز ریز صاحب یست با فعلا چند گذاشتیم 640 گذاشتیم 640 اینجا int m gfx res vert to come with this care مشکل پیش نیاد vert چهارصد فعلا همین باشه فعلا همین ستا خیلی و این دو گروه جدا بودن این دیتا برای پارس کردن این دیتا های کانفیگوریشن همه واقعا یه سری فانکشن. ببینید من خیلی دستی دارم این کارو میکنم، این سیستمی نیست این کانفیگوریشن، از یه مپی چیزی استفاده نمیکنم، دارم خیلی دستی کار انجام میدم. برای هر کدوم از اینا یه فانکشن یه اکسسور برای خوندنش مینویسیم. اسمش هم اینجوری خواهد بود که پول GFX اسمش دقیقاً اینه اونه، فقط ام اولشون نداره. GFX full screen const return con m GFX full screen. من پر آکولت دستشون نذاشتم این همه اون رو خرد کرد. خب این دیگه هم همون شکلی هن. استبول این کانست چنکنین و چنکنین. خب راه بهتری برای تولید اینا داریم که الان در موردش صحبت میکنم. اونجا رو ترسیم اینو چجوری میخونم؟ اولا اینا توی سکشنی باید باشن به اسم گرافیکس. پس انتظار دارم یه سکشنی به اسم گرافیکس باشه که اینا توش باشن. پس اسمش شاید خب اوکی اسم سکشنش رو میذارم GFX. یکم چرا توی پارسرم وقتی که این کارا رو که نباید تغییر بدم، پاپ هم و خوندن و اینا هم که لازم ندارم فعلا تغییر بدم. این ریپورت اینجا خیلی بده ولی خوش حال نداره، بعد ایرور چکینگ درست بذاریم یا حداقل اسرت کنیم یه چیزی کاری اینجوری بکنیم. نیو سکشن احتمالاً سکشن جدید من هیچ کاری ندارم براش انجام بدم، هیچ کاری نمیخوام بکنم. ایرورم پارسرم بذار همینجوری که هست باشه، فقط اسمشو بذار توضیح بیشتر کنم. این ارور این لاین این کالم این بایت این هم کرکترش خب. ولی همه کارم توی این قسمت توی نیو انتری اتفاق میفته. توی نیو انتری من خیلی معمولی می نویسم که اگر str cmp if set مساوی str cmp تو هدر css str cmp وقتی که دوتا کرکتر پوینتر میگیره وقتی که مساوی باشن صفر برمیگردونه، اگه اولی از دومی کوچکتر باشه منهای یک برمیگردونه، اگه اولی از دومی بزرگتر باشه یک برمیگردونه. strcmp اگه صفر بود یعنی مساوی، strcmp چی با چی؟ strcmp gfx سکشن گرافیکس بود و سکشن اگه تو این سکشن بودیم
چیکار میکنم؟ به مسخره ترین حالت ممکن. اگر name str cf مساوی با str cmp full screen بگو mgfx mgfx full screen مساوی است با یه هدر string utility چیزی توی مایا میخوام صرف مخالف هست با A2I A2I ASCII تو اینتجر توی هدر استدیلی به فکر میکنم بشتر میکنم stdlib else if self مساوی با strcmp res horizontal و name m gfx res horizontal مساوی است با a2i value و این هم شبیه اینه res vertical اینجا جایی که آدم از تایپ رو باید بترسه ولی خب vertical a2i شاید سکشن رو نه استفاده کنم نمیدونم بذار جنریت کردنش رو سخت میکنم لازم اگر غیر از اینا بود فعلا یه ریپورت میکنم یه چیز ریپورت کن چی ارور unrecognized configuration entry dash to the S also visible dash to the S China name of in German like a boot اگه غیر از این بود سکشن هم این نبود هیچ کنون سکشن هم برای بخور من نبود میگم که ریپورت کنم unrecognize configuration section ستیس حالا این دقیقا درست نیست چون تو انتری دارم حرف میزنم section الان اگه اجراش بکنم بعد به هم یه سری ارور بده به تعداد نیم ولی هایی که دارم هم در مورد این سکشن ها بده چون سکشن چی بود گرافیکس نجم
یه سری از اینا رو به تعداد انتریام ارور در مورد سکشن هم درست همون چیزی که من انتظار دارم ولی یه سری متغیر استفاده نشده دارم کامنت کنم اونه که استفاده نمی کنم مثل این سایز هاشون و اگه سایز رو هم همینطور اینجا ها هم خب طبیعتا من سیکشن بس استفاده نمی کردم اسمش رو کانفیگوریشن هم اگه بریم عوض کنیم که فقط چیزایی باید بخواد توش بذاریم هم میتونم سکشن یه چیزی من میتونم سکشن هایی که نمیشناسم و ندیده بگیرم خوب هم هست یعنی یه فایل کانفیگوریشن هم وقت بتونم برای چند تا برنامه استفاده کنم سکشن هایی که نمیشناسم و ندیده میگیرم یه سکشن داریم به اسم GFX به داخل این داریم فول سکرین مساوی است با یک نمیذاره صرف سوری یک را دیفالتش نباشه رز هوریزونتال مساوی است با 1024 رز ورتیکال مساوی است با چند مثلا 768 با هم 4200 ولی بعد این حتما باید کوتیکشن داشته باشه دورش شاید این نیاز از تو چیز بردارم الان ایرور ولیو نباید بده و اینا رو همه رو باید اینیشالایز کنه برم تو مینم تو مینم من میگم که BKNT ریپورت کن چی رو فول سکرین مساوی است با این دو نقطه در سطح S cfg.gfx.gfx.fullscreen yes again اگر درست پارس کرده باشه بود ولی که من تو فایل گذاشتم اون نشون بده روی سکرین ها به 1768 پس داره ولی ها رو درست میخونه درست هم میشونه سر جاشون این از این حالا میمونه سریلایز کردنش که یه بتونیم رایت هم بکنیم کانفیگوریشن فایل فعلا امکانی برای تغییر ولی های کانفیگوریشن نداریم ما اینو دقت کنید تغییر یعنی که اون فایل اصلا دوباره توش بنویسیم مجرد نه تغییر یعنی که من از فایل خوندم رزولوشنم 1268 من به اینت چی مرسیم که مانیتوری سپورت نمی کنه به جاش میمزم 1268 در 720 و اینو سیف کنم فعلا میکنیز برای تغییر رزولوشن تغییر پارامتر کانفیگوریشن نداره سر رزولوشن نمیده چی؟ که بتونیم تو فایل دوباره بنویسیم این ولی رو دیسک خوندیم برای تو مموری اینترفیس آبجکتمون نمیده زمینی که وقتی از روی مثلا دیسک میخونی تو مموری به این میگن دی سریلیزشن سریلیزشن برعکس میشه وقتی میگی سی سریلیزشن مخواستم بگم که خب اون دیتایی که تو حافظه هست تو که تغییر بده این میکنه دوره خود بنویسه الان امکانی نداریم بلکه این دیتایی که تو حافظه هست تغییر بده میگه اینترفیسینگ فانکشنه یا همچین چیزی نداشون
یه فاکشن می کنم اسمش بول سیو که کانست باید باشه و سیو هم باید فایل بگیرم کر سپینتر فایل نیم میگیره و تو سیو کنم اینم بله نه پابلیکه میتونست که star file subless for fulcana file name w truncate میکنه اگه فایلی اونجا هست چک نمیکنه که overwriteش میکنه مثلا خب if bknt ptr valid if not in if not in file return conf false not just what it is question return conf true but file run bevand close file خب طرز خندداری الان می نویسیم اینا یکی یکی توی فایل فعلا گرافیکس داریم پس سکشن اول گرافیکس می نویسیم گیم اف پرینت اف فایل fx slash n which a print of file screen این value هایی که اینجا خوندم اینجا توی ایفان گذاشتم باید چون این ریدانسی زیاد داریم با این روش بهترش من اینو میکنم ولی الان نه الان فقط میخوام این آپنرانیم باشه نگران برگشت نیست فول سکرین داریم رزولوشن هوریزونتال داریم و رزولوشن ورتیکال فول سکرین مساوی است با کوتیشن باز درصد دی کوتیشن بسته بک اسلش ان و چیزی که این تو من می نویسم جی اف اکس فول سکرین که اگر بود می نویسم یک و اگر نمی نویسم صفر برای رس هوریزونتال هم بر سر دی باید بنویسم ولی اینش ساده تره رس هوریزونتال ورتیکال من اینا رو میتونم مثلا یه سوتونم برم جلو فقط for the hell of it این ورتیکاله ورتیکال ورتیکال الان من میتونم اینو توی مین هم دوبار سیف کنم یه بار از اینکه خوندم از اینکه خوندم یه بار میگم الان کانستراکتور دیفالت اصلا نداره کانفیگ پارسر نمیتونم کانفیگ پارسر دیفالت بسازم یه کانفیگ یه کانفیگ فایل کانفیگ فایل دیفالت درست میکنم کانستراکتور دیفالت کانفیگ فایل نمیدونم چی کانستراکتور دیفایل دیفالتش کانسول دیفالتش فایل باز نمیکنه لود نمیکنه هیچ کدوم از کارا نمیکنه فقط ام اوکی و ام اوکی مثلا اسمش فعلا هیچ کاری لازم نیست بکنه اوکی با دیفالت چوه اوکی فالس با دیفالت
کانستراکتور دیفالتش میذارم میکنم در حالی که بتونیم بیا کانفیگوریشن دیفالت سیو کنیم. اینجا میگم که برای خرابی شد بلک نولا برای تست کام بلک نات کانفیگ فایل دات سیو. چه فایلی سیو کن؟ بلک نات دیفالت دات سی اف جی. یه بار یه عمل دایرکتوری که این اتفاق توش بیفته توضیح میدی؟ چیز؟ این فایل الان چه دایرکتوری در زمین بیفته که اگزه کنارشه؟ اصلا ورکینگ دایرکتوری؟ خب طبق تعریف ورکینگ دایرکتوری دیگه وقتی من مسیر ریلیتیو میدم مثل اینجا از ورکینگ دایرکتوری حساب میکنم و این مسیر شما توش نداری یعنی تو خود ورکینگ دایرکتوری. ورکینگ دایرکتوری مثلا برای پروژه ویژوال استودیو میتونی اوورایدش کنی اینجا تو دیبادی یعنی ورکینگ دایرکتوری شو میتونی اوورراید کنی. بای دیفالت ورکینگ دایرکتوری پراجکت دی آی آر یعنی اون دایرکتوری که فایل وی سی پی آر جی اکس یا وی سی اکس پی آر جی بود یه فایلی داره ویژوال استودیو الان نشون بود فایل رو اون توشه. این فایلی هم که خونی هم بذار سیف کنیم cfg.save اسمشو میذارم بلک نات کرمز دات سیفش. پس من اینونه کانفیگوریشن دیفالت رو توی فایل سیو میکنم یه کانفیگوریشنی که از فایل لود کردیم و دوباره سیو میکنم. الان میتونم برم ببینم این فایل ها هست یا نیست. جالبیست که من این رو تقریب دارم سیو میکنم. خب چه دیگه هست فایل های من تو جایی که پروژه هم هست دیگه پروژه هم هم توی بیلد جاست میبینی فایل های وی سی اکس پروژه رو میبینی وی سی اکس پروژه فایل های پروژه هم از ویژوال استودیو 2010 به بعد فکر میکنم وی سی اکس پروژه شد فایل ها شد وی سی پروژه بود شاید هم یه به گروه هم بود. الان بلک نات کرنت سی اف جی بلک نات دیفالت سی اف جی این همون فایلی که لود میکنیم اسمش از کانفیگ تست کش خوب کانفیگ تست که از قبل باز بوده بلک نت کرنت اینه 1268 یه سپیس هم مثلا فهم خواب تا بره الان بشن دیفالت همون برای این کانفیگوشن دیفالت همون خوبه که کانفیگوشن دیفالت همون همیشه داشته باشه. خوب نیست که الکی فایل درست کنیم کامپیوتر یا رو ها این فایل رو نباید توی دایرکتوری جاری درست کنیم اتفاقا توی باید اپدیت ها اونم مثلا توی ویندوز درست کنیم چیز داره API داریم که بگیریم اون دایرکتوری که من میتونم توش دیتا بنویسم فایل سیو ما همه رو میتونم جای درست باید بذارم دیگه چون این بازیمون وقتی نصب میشه اگه واقعا نصب بشه میره توی یه جایی مثل پروگرام فایلز و با دیفالت تو پروگرام فایلز نباید من چیزی بنویسم و توی اپدیت ها یکی از شاخه های اپدیت های دایرکتوری بس خودم درست کنم اونجا بنویسم اگه میخوام رفتار خوب داشته باشم. توی لینکس هم همینجوریه من تو هم زیر هم دایرکتوری باید یه جای دایرکتوری برای خودم درست کنم و تو اون بنویسم کانفیگوریشن و سیو ما اینا بازی ممکنه بره یه جایی تو ور یا یه جایی اونجا تو نصب بشه مثلا تو مکه رو که هیچ کس نمیدونه چی کجا میره مکه دیگه خواهم تو نمیدونه هیچ علاقه ندارم بدونم چی کجا میره تو مکه خواستم بگم که این که افتیم میپرسیم API داره مدون SDL بود دیگه SDL میپرسیم از SDL میپرسیم اگر SDL API شون نداشت مطمئن نیستم SDL API شون داره باید داشته باشه چون به درد میخوره فکر کنم جزء سیستم پث و اینم بت بده آره فکر کنم یه API واسه این کار داره ولی اگر هم نداشته باشه خودمون پلتفرم اسپسیفیک می نویسیم رو پلتفرم مختلف کارهای مختلف رو کنیم دوست ندارم اصلا این کار بکنم ولی خب این کارش نمیشه کرد. اینو من دیگه لازم ندارم برای اینکه یه ذره بهتر کانفیگوریشن هم ببینید ریدانسی الان خیلی داریم میگه من یه بار اینجا اسمشو می نویسم یه بار اینجا می نویسم یه بار اینجا می نویسم یه بار هم اینجا می نویسم که اصلا خوب نیست برای اینکه آره برای اینکه ریدانسی کم بشه یه راه خفن میتونم استفاده کنم که الان شاید هدف این جلسه مون باشه نمیخواستم اول جلسه نمیخواستم این کار رو بکنم ولی بعد نیست یکم متا پروگرامینگ میخوام انجام بدیم با پری پروسسور تمپلیت متا پروگرامینگ نیست
پری پروسسوری که هم بتون پروگرامینگ میکنه انجام بده. من دیتا هم میخوام یه بار تعریف کنم. دیتا هم اینه که مثلا چه کانفیگوریشنی دارم، تو چه سکشنی، دیفالت ولیوش چنده و مثلا تایپش چیه. اینا رو یه بار تعریف میکنم یه جایی، بعد از روش همه این کدای دیگر رو جنریت میکنم. مثلا این فانکشن رو از روش جنریت میکنم، این متغیرها رو از روش جنریت میکنم، این کدا رو از روش جنریت میکنم و این کدا رو از روش جنریت میکنم. اوکی. خب. خیلی این چیزی که الان میبسیم تحویل نگیرید. BKMT define config entries. این رو توضیح میده یکم اگه تا حالا ندیده باشین تکنیک ها یه ذره سخته، ولی تکنیک خیلی پر استفاده ایه. دیتا ما اینجوری تعریف میکنم. دیتا مثلا سه تا الان انتری دارم دیگه. اولش میگم توی سکشن جی اف ایکس، برای هر انتری من سکشنشو میگم که جی اف ایکس باشه، اسمشو میگم که فول اسکرین باشه، همه چیزایی که برای انتری لازم دارم. تایپشو میگم که بول باشه. دقت کنید که این سینتکس ولیدی لازم نیست باشه، اینا فقط المانای دیتا. تایپش بوله، دیفالت ولیوش هست فالس، مثلا چیز دیگه ای لازم دارم؟ فعلا چیز دیگه لازم ندارم. احتمالاً تو فال بک ولیو هم هست اگه نتونه مثلا فول اسکرین کنه سپایده. احتمالاً درصد فول درصد یه چیزی هم لازم دارم، این هم لازم دارم. درصد دی مثلا اینکه چجوری اینو بنویسم لازم دارم. فایل بک ولی چی؟ آره اگه تو فایل نباشه همین مقدار دیفالتش میمونه دیگه. اگه این تو فایل نباشه میتونیم دیتا دیگه هم اضافه کنیم، مثلا اینکه حتما باید تو فایل باشه. از من یه چیز بنویسم سیکشن انتری تایپ دیفالت ولیو و فرمت استرینگ. برای بقیه هم همین رو دقیقا می نویسم. باید کنید که من اکشن اصلا نمی دونیم چیه، باید اکشن فعلا کاری نداریم. اون یکی دیگه جی اف ایکس رز هوریزونتال، تایپش بول نیست، تایپش اینت، ولیو دیفالتش هست چون 1024 خیلی و با درصد دی هم خیلی بنویسیمش. اینا رو با تب نمیرم جلو، با اسپیس میرم. رس هرزانتال و یه چیز من اکی میتلش میذاریم که چیز باشه داشت رس ورتیکال هم داشت. این هم 768 دیفالتش 768. خب فکر کنم یه ستون دیگه باید اضافه کنم. حالا فعلا از روی این دیتایی که من تعریف کردم چیزهای مختلف باید جنریت کنم. یکی از چیزهایی که باید جنریت کنم این فانکشن هست. من میخوام این فانکشن ها رو بدون این که بذار اول برم این متغیر رو جنریت کنم، اول این متغیر رو میخوام جنریت کنم. درسته؟ از روی این دیتا میخوام متغیر جنریت کنم. کافی برای هر کدوم یه ماکرو بنویسم برای جنریت کردن هر قسمت کد که شبیه همه، که به جای این اکشن پاس بدم به این ماکروی BKNT def config entries. فرض کنید که من یه ماکرو می‌نویسم که پاس میدم به این یکی ماکرو و این ماکرو اکسپند می‌کنه، ماکرو که پاس دادم رو همه این انتری دیتا های من اعمال می‌کنه. برای اینکه اینا رو جنریت کنم بزنم پاس شما هست S E T
تی وی و اف اس ای تی وی اف define bkmt do config tree parse section entry type value format. یه چیزی یه ولیو داره این ماکرو و اینو دقیقاً آن دیفاین آن بلافاصله آن دف میکنم. همیشه ماکروهایی که دیفاین میکنید یه استفاده محدود دارن، حتما بلافاصله آن دف کنید. چیزی که میخوایم بشه، میخوایم بشه تی بذار کنید تایپش ام اندرلاین پیست کن سیکشن و بعد پیست کن ای رو مساوی است با وی وسیل کنم زوتش و این وسط این ماکرو رو من تعریف کردم. یه bknt do config entry vars دارم، کافیه این ماکرو رو فراخوانی کنم و به جای اکشن بهش این ماکرو بالا پاس بدم. این رو یه لحظه من اجازه بدم فقط کامنت کنم فقط این ماکرو درست. الان همه چی باید کار کنن، این متغیر رو درست باشم. چرا این متغیر ندارم؟ من جی فیکس فول اسکرین ندارم. دوش چیه؟ رو برمیگری کنم درست بکنم. خب این متغیر رو ندارم. آه یا اندرسکور کرده بسید underscore M underscore S فکر کنم اینه به الان متغیر درست شد. الان دارم دقیقا متغیر رو جنریت میکنم و الان اگر من بخوام یه متغیر جدید جنریت کنم اینجا لازم نیست اسمش رو تایپ کنم، کافی برم به این لیست اضافه کنم و اینجا خودش اضافه میشه. حالا این تیکه فانکشنش، فانکشن رو برای جنریت کنم بذار از این شروع اینا رو خیلی زر بذارم از اینجا شروع میخوام بکنم. فانکشن رو do config entry accessors خب همون پارامتر رو دقیقا میگیره setvf رو میگیره و تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یه فانکشنی که تی برمیگردونه. اسمش دیگه ام اندرلاین فلان نیست، اسمش از سیکشن کانکاتنیشنش با اندرسکور کانکاتنیشنش با انتری، یعنی جی اف ایکس یا اندرسکور بذار بعدش فول اسکرین مثلا. جلو این چی میخواد؟ یه پرانتز باز بسته میخواد، بعد یه آکولات باز میخواد، بعد اینو بذار یه بزرگ کنم تو جاهای چیز نگه اکسسور بذار اینم سن اینجا جایش اینو بریم سنم و اینم آنیفاید کنم یا یادم نره یا وقت. خب این فانکشن آکولار باز آکولار بستش بگذاره اولا کانست و تو فانکشن هست ریترن کن یه چیزی. اون چیزی که میخوام ریترن کنم چیه؟ چیزی که میخوام ریترن کنم اسم متغیر است دیگه ام اندرلاین درسته. الان من فانکشن این فانکشن ها رو هم دیگه لازم ندارم. بذار من تو مینم از این فانکشن استفاده کرده بودم، این مینم فانکشن رو بیارم دوباره که اگر غلط دارم جنریت میکنم بهم بگه. الان همه چی کامپایل میشه مثل قبل. اوکی پس هنوز پس اینا رو دارم درست جنریت میکنم، یعنی این فانکشن ها واقعا وجود داره. من که من هیچ جا اسم این فانکشن رو ننوشتم، فقط با این ماکرو جنریتش کردم. الان من دو قدم مهم برداشتم دیگه. اگر من اینجا برم یه به این یه چیزی اضافه کنم هم فانکشن اکسسورش جنریت میشه هم متغیرش جنریت میشه. خب قدم بعد اینه که موقع پارس کردن اینجا این کار اتوماتیک انجام بدم درسته؟
یه سوال، چون که این توابعی که با هم در واقع جنرالایز یه جور کردی با تمپلیت آیدنتیکال هم بودن تونستیم کار بکنه، اگه فرق داشتن ایف و اینا ارزش داره بذاری مثلا چی؟ این توابعی که الان تمپلیتی درسته، چون که درسته ترمایش تمپلیتی، نه تمپلیتی درسته با متا پروگرامینگ درسته شکرم، ولی تمپلیت متا پروگرامینگ نیست. به من یه ماکروی نوشتم که برای من کد، حالا متا پروگرامینگ ماکرو دیگه، دارم میگم اینجوری از ماکرو استفاده میکنم، این ماکرو مرتبه بالاتر. ولی خب سوالم اینه که چون اون ست تابعی که اینجا ما حذف کردیم بهش اینو گذاشتی، اونا عین هم بود پیاده سازی و شون آره سیسی بشه رو عین هم همیشه. ببین الان اینجا مشکل بزرگتری خواهد داشت، مثلا خوندن یه بولین، درسته این مشکل بزرگتری بود، یا حالا این خوندن اینا ساده است چون همش برای اینتجر خوندن و بول خوندن، بعدا استرینگ شاید بخوایم بخونیم، برای اینو باید یه فکری بکنم. برای اینکه برای واسطی میخواد که آره دقیقا سه فانکشن تمپلیتی میتونم بنویسم که ولیو استرینگ رو بهش پاس بدم، اونم بهش پاس بدم، اونو پر کنم و تا تمپلیت، یعنی این کار رو سخت فقط با ماکرو انجام بدم. یه بخشی از این ماجیکی که اینجا میخواد اتفاق بذار اول اینو بنویسم، این قسمت چی ساده است، این قسمت جنریت کردنش چی ساده است، البته این سکشنش ساده نیست، اسم سکشن من آره اسم سکشن جدا من گذاشتم ساده نیست، برای همین من میتونم به دیتا ها پنج تا باشه چی اسم سکشن رو بگیره، نه 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 چی پسش تو ببین یه چیزی دارم که فقط اسم سکشنو جنریت و اینو به ازای همه کسایی که تو اون سکشن هم باید انجام بدم. حسابش کنم. سکشن ایده بدیه اینجا. اگه سکشن رو نمیداشتم خیلی تو اسمش نمیتونی بیوتین کنی؟ جی اف ایکس اندر لاین. چرا؟ یه راهش اینه که کلا سکشن رو بردارم. یه راهش این هست. بذار اینم راهی نداره که جنریت کنم. چون جنریت کردن اینا کاری نداره. جنریت کردن این قسمت کاری نداره. ولی چجوری میتونم به ازای یا رو هم میگه فایلشون مختلف باشه میگه بخواهیم یا رو هم میگه که بدر نمیخوره اصلا فایلشون مختلف باشه گرافیک، آدیو فیلم نیست نه اون بایی من میتونم بنویسم اینو ها هنی سکشن هم جنریت کنم بسه بنویسم چیز خوب نه 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 اوکی تمرین خوب آره آره بذار این کار بکنم، باید بکنم این کار حتما باید بکنم این کار انجام بدیم، بعد یه پاسی استراحت میریم، بعد برم پیرمونتی که بچه انجام بدیم. برای اینکه این کار رو بکنم فکر کن سکشن رو نمیخواستم جنریت کنم، اگه سکشن رو نمیخواستم جنریت کنم یه چیزی شبیه این مینوشتم do config entry آره safe اسمش رو هم safe و اینم طبیعتاً از این استفاده میکنم و اینم undef میکنم do config entry save به ازای هر configuration entry کاری که باید بکنم اینه که الان در مورد بول یه مشکل بزرگ پیش میاد که بولام سایزشون با اینتجر فرق داره، من یه پارامتر دیگه باید به این اضافه کنم که علاوه بر تایپ بعد از فرمت استرینگ یه سیف تایپ هم میخواد آره نه میخواد سیف تایپ خب سیف تایپ فقط برای اینکه این بول رو ساپورت کنم دیگه، من میتونستم اینو به جای بول اینت تعریف کنم و زندگیم شیرین بشه، یه عالم از مشکلات هم حل میشه اگه اینت تعریف کنم، منتها بذار مشکلات داشته باشیم مشکلات کرکتر آدم میشه این سیف تایپش اینت
اینم همینطور، اینم همه سیف تایپشون اینست. خب حالا که یه پارامتر دیگه اضافه کردم به این، باید برم همه این ماکرو هم عوض کنم، یه پارامتر ST هم به تش اضافه کنم، چون ماکرو هم چند پارامتر شده. این هم همینطور، ولی خب از این ST که استفاده میکنم توی این هم همینطور. حالا برای اینکه این رو سیف کنم میگم fprintf توی فایل میخوام بنویسم. دقت کنید که این تو همین کانتکست فقط کار میکنه، یعنی لازم نیست این ماکرو این و این چیزی که اینجا رو میخوام جنریت کنم جنریت بشه، همینجا فقط استفاده میشه. فایل تو فایل بنویس، دقت کنید که من سکشن رو الان ندیده گرفتم دیگه، دو تا اسپیس با جلو استرینگ گایز باید استفاده کنم، BKNT string باز E در ادامه مساوی است با کوتیشن میخواد دیگه، مساوی است با backslash quotation، بعدش اون فرمت استرینگ رو میذارم، فرمت استرینگ باید خودش آرکتی کوتیشن استرینگ استرینگ باید باشه، استرینگ لیترال باید باشه و کوتیشن بسته، کوتیشن داخلی رو میبندم و بک اسلش کنم. خب ولیوش تایپ کست، کستش ST پرانتز باز اس پرانتز باز چی؟ اسم فانکشنی که مقدار اینو بهم میده، اسم فانکشنی که مقدار اینو بهم میده هست سیکشن، کانکتینیتش با اندرسکور، کانکتینیتش با ای، پرانتز باز بسته، پرانتز اینو میبینم کست رو میبندم و پرانتز افرینتف رو میبندم و یه سمیکال رو نمیزم. الان این باید بدون سیکشن فایل رو برای من سیف کنم، یعنی داخل فایل رو برای من جنریت کنم بدون سیکشن، بدون سکشن. من از روی این میفهمم، ببین الان سکشن نداریم ولی این درسته، این درسته، این هم درسته، کارنت اون هم درست، سکشن نداریم ولی دیتا همون درسته. هایی که شون فلسکنش صفر، هایی که فلسکنش یک. چرا؟ تو این فایل چی نمیشتم؟ بذار بشه رفتش از هاشت این هم دیگه، تو این فایل بذاره بشه چیز مختلف چیز دیگه بذاره 640 در 480 اونه که 400 رو فکر میکنید و دقیق کنید که فلو سکرین آخره. یه بار دیگه اینو اجرا کنم، فایل کارنت هم میشه 640-480، فایل این هم میشه. خب این بدون سکشن، سکشن رو نمی‌نویسم. برای اینکه سکشن رو بنویسم کی سکشن رو باید بنویسم؟ من میتونم یه محدودیتی بذارم بگم که حتما توی وقتی دیتا رو داری تعریف میکنی اینجا حتما اونایی که توی سکشن رو باید پشت سر هم بنویسیم، یعنی اگه سکشن فیزیکس اودیو هر چی اضافه کردیم اینا هی میاد بعدش. آره سکشن هایی که یکی هم باید حتما پشت سر هم باشه. هر وقت سکشن عوض میشه بین دو تا انتری من یه دونه سکشن باید اضافه کنم دیگه، درسته؟ پس این ماکرو یه ذره چیزتر میشه، یه ذره خفن‌تر میشه. یک مفهوم کارنت سکشن هم میخوام که constructor car section که اولش کامپیوتر هست میزن میشه. خب تو این ماکرو میگم که ماکرو مالتی لاین میشه، تو این ماکرو حتی که ماکرو مالتی لاین وقتی میخوایم بنویسیم، یعنی ماکرو خط بعد کانتینیو میشه، کاراکتر آخر اون خط باید بک اسلش باشه. اگر اس که سکشن هم باشه، اگر صفر مخالف بود با استر سی ام پی کار سکشن و اس که این سکشنی که الان بهم پاس داده شده، اگر این سکشن با سکشن قبلی فرق میکرد دو تا کار بکنه.
یکی این که یه دونه سیکشن جنریت کن هدر خروجی تو خروجی و یکم این که سیکشن آپدیت کن دو خط کد میخوام اونجا بنویسم. یکی این که fprintf file تو فایل بنویس فایل بنویس براکت باز براکت بسته bknt stringguys این سکشن جدید و براکت بسته و بک اسلش ان میتونستم با درصد اسم بنویسم نه اون که لیترالت fprintf تمام و بگو car section مساوی است با s مساوی است با اشتراک کپی اینو استفاده کنم اینا استرینگ لیترال و رسوم لیترال تو کود سیکشن باید حتما آدرس داشته باشن ولی من دارم فکر میکنم که سیف نیست بذار یه جوری بعد بنویسم بعدا چکش میکنم این کار رو این کاری که من دارم میکنم پوینتر مساوی یه پوینتر دیگه قرار دادن نباید انجام بدیم با رشته‌های سی خب پس فقط در شرایطی که سکشن با سکشن قبلی فرق میکرد هدر سکشن رو بنویس و کار سکشن رو آپدیت کن و همینجوری مقایسه کن الان اینجا من احساس میکنم که این داره مانید که غلط نمیشتی چه داری من فوش میکنم اکشن جفیکس فسکی بود فاس در سر به این تکشن identify gfx is undefined s is the string that is s knt string for the s section string نیست هیچ چیز خودش اینجا نباید اس رو تنها استفاده کنم مگر اینکه بچسبونش به چیز دیگه یا استرینگ هایدش کنم الان باید خروجیم به کرش میکنم یا خروجیم نایس هیچ که من دوست ندارم این چیزی میگه دیبال کرد نه تو کامپایل تایم اینجا میشه نه تو کامپایل تایم کد جنریت میشه جای اینا در واقع قبل از کامپایل تایم بخی داره پری پروسس میشه همون کدی که قبل نوشتیم ساخته میشه اینجا آره آره تقریبا اون کد یکم بدتر از اون کد ولی خب ساخته میشه بعدش ران تایم اجرا میشه یه کدی بدیه این اینجوری متا پروگرامینگ هم همینه که این کد نمیشه دیباگ کرد این کد باید ساده باشه و احتیاج به دیباگ نداشته باشه چون توش استپ ترو نمیتونی بکنی اون چیزی که داره اجرا میشه اون چیزی که تو میبینی نیست دیگه و این الان خیلی بی خود و پیچیده و مزخرف بخاطر اینکه خدا جلسدی همین الان میدونه چی رو جنریت میکنه و به تو مثلا یه میداد که این کار نکردی و جی فیکس رو نمیشناسم و اینا چی میگم منظورم اینه که جلسدی همین الان میدونه این کد چی جنریت میکنه نیاز به ران تایم نداره واقعا درسته خب پس به ما هم یه جوری بعد نشون بده که چی میسازه که ما بتونیم مثلا دیوایس بدیم ها خب من بیشور دارم اینجوری کد می نویسم درسته من نمیخوام کد واقعا جنریت بشه راه خیلی الگنتر و بهتری برای کد جنریت کردن هست کلی دومین اسپسیفیک لنگویج و این چیزا هست برای دیتا دیفینیشن لنگویج و این چیزا هست برای همین کارا تو یه چیزی رو می نویسی از روش سه تا کد مختلف جنریت میکنی منتها مخلوط کردن اونا با کد خودت کمی سخته بعد خارج از آیدی ایت داستان داره بیل سیستمت یه قدم بهش اضافه میشه اگه میتونی از ماکرو استفاده کنی استفاده کن اگه بلدی کدش درست بنویسی و هیچ وقت کدی که حساسه رو نباید اینجوری بنویسی به خاطر اینکه ببین اینو میبینی من دارم پوینتر رو یه پوینتر رو میذارم توی پوینتر دیگه استرینگ بعد وجود نداره جلوتر که میرم دارم باش مقایسه میکنم این کارو نباید بکنم من بعد کاری که باید بکنم اینه که این کارنت سکشن و کاراکتر
آرایه بگیرم، آرایه مثلا چون هزار ریت بیست داری، نه یا آرایه چیز بگیرم، آره سوبیس با چی مثلا 20 تا فرض میکنیم که سکشن همون توش از 20 میشن 20 عدد بدیه بزن توش 64 طول اینا هیچ کم از 64 بیشتر نیست. بعد مقایسه که میکنم اشکال نداره مقایسهش، این کار مساوی غلطه، باید str کپی کنم، str n کپی باید بکنم، اینجوری بهتره، str n کپی کنم destination رو index cost max section name size دارم ولی خب برام اصلا چرا از همون استفاده نکنم، آره current section مساوی است با تو همین کلاس ام اس سی مال خودم max section name size از و اینجا هم بهش میگم که str copy کن current section از توی این حد اکثر چقدر؟ حد اکثر MSC ممبر استاتیکه و کانستنت هم از برای MSC اولش بشه خوب نیست ولی خوب بده نیست Mac section سایز فکر کنم بزن فکر کنم بزن فکر کنم الان فکر میکنم که مشکل کرش هم حل بشه و کدام هم بهتر شد درستر شد نکرد. الان اینجا اگه نگاه کنیم میبینیم که این دو تا اسپیس هم که خاصیت این کدی که الان نمیشن دو تا اسپیس میذاره و این دیفالت همه که خود نوشته 1268 و کارنت هم که 6468 داره فیلی سکرین هم هست یه من برای شما که ویدیو رو میبینید هیچ فرقی نمی کنه ولی من یه پاز کوتاه میکنم خب وقت دیگه و میرم سراغ این کد. برای این کار من باید یه فانکشن خوبی بنویسم که یه فایل جدید میخوام به اسم تو سی میک هم یه فایلی میخوام به اسم string util مثلا خوبی نیست ولی اسم بدی هم نیست فایلش هم میرم جنریت میکنم فولدر تمپلیت هم کپی میکنم CPP یه بیلد میزنیم که سی میکم آپدیت کنه یه ایرور رو به میده به خاطر اینکه اون سی پی پی بد داره اینکلود میکنه دقیقا تو آتپوت هم جست دیگه باید استرینگ یوتیل رو اینکلود کنه و برگردیم این طرف درست یوتیل رو باز میکنیم هدر فایلز استرینگ یوتیل توی string utility هم یه چیزی که باید بنویسم یه فانکشن تمپلیتیه به اسم template identity to string نه from string تایپی که برمی گردیم تیه و یه دونه char const star s میگیره و سایزش هم میخوام کد این تمپلیت رو من اینجا نمی‌نویسم اینو چند جا اسپشیالایز میکنم چند بار برای سه تایپ هایی که خودم انتظارش دارم دقت کنید که معمولا کد تمپلیت ها رو باید تو فایل هدر بنویسید بدن این تمپلیت ها رو ولی من چون دقیقا میدونم که چه اسپشیالایزیشن هایی میخوام مثلا یه دونه فرام استرینگ اینتجر میخوام که از استریم اینتجر تبدیل کنم به بول حالا بول نمیخوام فعلا اینتجر واقعا فلان میخوام
ولی فرام استرینگ به استرینگ هم مثلا میخوام. چون این تایپاشو میدونم مثلا دابل و اینا اکسپلیسیت اینستانشیتشون میکنم که اول اسپشیالایزشون میکنم که مثلا این تایپ فرام استرینگ این اسپشیالایزیشن تو بدنش می‌نویسم return on a to i s طبعا a to i نمیدونه چیه برای همین من استدلیب باید اینکلود c استدلیب یه اسپشیالایزیشن دیگه برای توف دابل برم گردونه و اسپشیالایزیشن دابلش هم بینیمسن و یه اسپشیالایزیشن دیگه برای خود استریپ استریپ بینیمسن که هیچ کاری نکنم پس ترو در واقع char const pointer from string char const pointer short خود اسو برمیگرد و بعدش اینا رو explicitly instantiate میکنم اگر اشتباه نکنم int from string int این اکسپلیسیت اینستانشیشن منه میگم برای این سه تا اینو اکسپلیسیتلی اینستانشییت کن و تایپ دیگه هم قبول نمی کن. بدنه تمپلیت رو برای این من توی هدر معمولا می نویسم که نمیدونم چه اینستانشیشن هایی از این لازم دارم. ممکن این تمپلیت رو برای وکتور هم بخوام استفاده کنم، برای رکتنگل هم بخوام استفاده کنم، برای ماتریس هم بخوام استفاده کنم، برای یه چیز دیگه هم بخوام استفاده کنم. اینجا چون من میدونم برای چه تایپ هایی میخوام استفاده کنم، من اکسپلیسیت میتونم اینستانشیشن کنم، انگار سه تا فانکشن رو جنریت کردم و تو لایبرری میره، تو آبجکت فایلم میره و خب لینکر میتونه اینو ریزالو کنه اگه سیستم کار کنه تئوری فقط. اینجا اگر strcmp این بود بذاری استفاده کنم هیدرش رو بلی کلود کنم. اینجا cstudly بود دیگه قاعدتا نباید بخوام اینکلود میکنم بلک نات استرینگ یوتیل به جای این ای تو آیا می نویسم مساوی است با فرام استرینگ اینت و این هم فرمشتری بیند و این هم فرمشتری بیند. اول از همه داریم این کار میکنیم. یه وارنینگ داره میده که ولیو این تو داری فورس میکنی به بول. این پرفورمنس وارنینگ ویژوال استودیو میده. من اینجا خوبی کست بولم قبلش میذارم. فکر کنم تو سینتکس هم مشکلی ایجاد نکنه. فکر میکنم
مارک گرمش کنم خب بده. واسه کاری نداره برای بولم چیزش میکنم. برای بولم اینو اکسپلیسیتلی استنشیتش میکنم. با هم اکسپلیسیتلی استفاده میکنم. خب الان این بعد من یه لینک ارور بده بگه که این فرام استرینگ بول بدنش وجود نداره. دقیقاً ریزالو اکسترنال سیمبل این فرام استرینگ بول میگه بدنش نیست که طبیعیه چون اکسپلیسیتلی اینو اینستنشییت نکردن. برای بول فانکشن هم میشه بزنیم یه خط کم کنم ازش چون میشه چی چند کامون صفر مخالف است با فرام استرینگ استرینگ اینت اس. اگه به این تبدیلش کردی صفر نبود عبارت هم بولینه و اینجا اکسپلیسیتلی باید اینا استشیت کنم ترتیب از طول کوچیک رو باید این کار انجام بدم بول و الان باید لینک ارور هم بره رفت وارنینگ پرفورمنس وارنینگ هم رفت و باید درست کار کنه امیدوارم درست کار کرده باشه این کانفیگ تست همه اوکی این کانفیگ ورودیمه این معادله همونه با ترتیب خودم که درسته و اینم دیف مقدار دیفالت است اوکی خب حالا برم اونم ماکروی کنم این سیستم رو ماکرویش کنم من که این سیستم رو ماکروی کنم احتیاج دارم که تنبلا کنم بگیرم اینجا جایی خب کلن ولیو هایی که نمیشناسم ندیده خواهم گرفت do config entry accessors نه load اون که اسمش save بود اینکه load پارامتر همین هاست این نیست load رو با load expand کن و load هم undefine کن خب چی میشه اگر دو تا str cmp باید انجام بدم چون grab چون سکشن همو نمیتونم از هم جدا کنم اگر صفر if فکر کنم else if باید بنویسم else if میگم بعدش چه else if بذاره طول میشه if صفر مساوی بود با str cmp bknt string سکشنمون و این سکشنی که اومده تو سکشن اگه این صفر یعنی سکشنمون یکی از سکشن هایی که میخواستیم and strc strcmp سکشن ها پرفورمنس مشکل نداره نمیخوام بگم پرفورمنس مشکل اگر صفر مساوی strcmp bknt stringizer e و e اگه اینجوری بود یعنی که یکی پیدا کردیم دیگه کاری که باید بکنیم اینه که متغیره مساوی است با from string typeش متغیره چیه؟ متغیر اسمش هست m underline concatenateش با
سیکشن کانکتنیتش با underline کانکتنیتش با entry این تغییر مساوی است با from string اسم تایپمون که اسم تایپمون t بود t value و سمکم خب یعنی داره آه LC فیل خب حالا تو اکسپنشن این همین جوری میتونیم اکسپند کنیم میسیم اگر من میسیم if false چی کاری نکن else if else if else if else if و تو else هم احتمالا هیچ کاری نمیخوام بکنم دیگه اگه میخواستم وارنینگ بدم که مثلا unknown بزن این کارو بکنم else unrecognized configuration entry یه درست درست دیگه اونجا میذارم که سیکشنش هم بنویسم سیکشنش هم و تمام یه ایف خالی داریم اولش یه عالمه else if داریم که اینا هن و یه else هم داریم که ریپورت میکنه و اینم دیگه فکر کنم لازم نداریم دستش ترک نکنیم که اون رو اونجا گذاشت الان قاعدتا با لودم هم این رو رو بارنگر میبینی کانیشنال اکسپرشن از کانستانت بکنیم اینو نمیتونیم کارش بکنیم کانیشنال کد با نه این همونی که در موردش صحبت کردیم قبلا دیگه اون فالس همیشه نوشتم ایف فالس یعنی که نتیجهش معلومه داریم که این کاندیشنی که نوشته بی خوده من واقعا میخوام اونجا کاندیشن بی خود داریم مثلا برای اینکه سینتکس هم درست بشه دیگه برای اینکه اونای هم اونای دیگه رو همه رو بتونم با else if بنویسم من میتونم اینجا بنویسم if هر چی بنویسم میفهمم میتونم هفت سوراخ قایم کنم این شرطمو سخت کنم تشخیصش رو یه هر کاری بکنم راه بهتر داره من یه فام این تیکاش قاعدتا نه نمیدونم این تیکاش دلیل نداره تغییر کنه خیلی راهی واقعا ندارم میگم میتونم این شرطه رو اینجور ننویسم یه فانکشنی بنویسم که همیشه فالس برگردونه فانکشن رو توی نیم اسپیس دیگه قایم کنم مثلا توی فایل دیگه توی سی وی پی دیگه که کامپایلر نفهمه اون همیشه کانستنته فانکشن هم کانست اکسپر یا اینلاینش نکنم یه جای برمش کنم کامپایلر نفهمه که این وارنینگ رو نتونه بده ولی خب ارزش نداره رو بذار جوش کنم نظر میاد که درست خونده اینا رو هم بذار من توی کانفیگ تستم یه چیز نادانه یعنی چیزی که معلوم نیست مقدارش چی اضافه کنم که برای اون بده آره اینا رو درست خونده و نوشته همینطوری بزن اگر بزن کش کلو کنم بخون مهم نیست الان باید یه دونه یه بار اینو بنویسه یا بنویسه وارنینگ یه وارنینگ نوشت که unrecognized configuration entry to section graphics dfsgd داری که ولیوش هم سه یه اوکی هم از دقیقا همون چیزی که ما بخونم یه بار دیگه این کوتیشن مارک هایی که اونجا چاپ میکنی این هست دیگه آره یکیش یه سریش کوتیشن مارک واقعا این سریش نشون میده که ولیو نه چی؟ نه یه سریش نشون میده که چرا دیگه نه؟ همه سیکشن و نیم و ولیوی که من میخونم همه شون بدون کوتیشن مارک هم مگر اینکه داخل خودشون واقعا کوتیشن مارک اضافی گذاشته باشه درسته ولیوی من دورش تو سینتکس فایلم کوتیشن مارک داره به وقتی پارسش میکنم میخونمش دیگه کوتیشن نداره کوتیشن رو برای این استفاده میکنم که ولیو من بتونه اسپیس داشته باشه و اسکیپ بشه و از این چیز راحت باشه همیشه انتظار یکم پارسر رو میتونم پیچیده تر کنم بدون کوتیشن مارک هم کار کنه ولی اون وقت ولیو حتما باید بدون اسپیس باشه و سر هم باشه اگه ولیو معمولی بخوایم یه عدد 2 3 4 5 6 بنویسیم دیگه دورش کوتیشن نذاریم ولی فعلا که پارسر اونجوری نیست مشکل بزرگی برخواد نیست من این السر رو نمیخوام
اینا رو نمیخوام. چرا اصلا داشتم؟ نمیخوام اون پورتو بده. نه. چرا؟ شاید کانفیگوریشن هم توش یه چیزایی داشتم، مثلا یه کانفیگوریشن فایل رو می‌خواستم برای سه تا برنامه مختلف استفاده کنم. هم برای مثلا لول ادیتور هم استفاده کنم، هم واسه گیم هم استفاده کنم، هم واسه هم برنامه خوبه که ارور مثلا تایپو چیزی پیش نه. بیاد تو یه کانفیگ. آره اگه تایپو پیش بیاد آره باشه باشه. تایپو فعلا خطر زیاد نمیشه. آره باشه باشه. نمی‌تونیم تو نوت‌پد پلاس پلاس هم به عنوان زبان بیاریم و اونجا هم چرا آخه همچین کاری بخوایم بکنیم؟ ببین الان کدومون چک کوتاه شد. حالا تست واقعی همچین سیستمی ببین من می‌خواستم همه این کارا رو کردم که ببین من کدومو پیچیده کردم یه عالمه که ریداندنسی رو حذف کنم دیگه که از این بعد می‌خوام کانفیگوریشن انتری اضافه کنم اصلا نخواد برم چهار جای مختلفو دست بزنم، هم اکسسور بنویسم، هم تعریف متغیر بنویسم، هم سیو بنویسم، هم لود بنویسم. هدف اینه که همینجا میام تو تعریف دیتا هم یه خط به این اضافه می‌کنم و همه جا کار می‌کنه. درسته؟ هدف اینه دیگه. پس من میام این کار میکنم که اینجا یه چیزی اضافه میکنم، دو تا در واقع اضافه میکنم، یکیش تو گرافیکس میذارم، اسمشو میذارم رفرش ریت که حالا نمیخوایم ست کنیم ولی رفرش ریت، تایپش اینت، مقدار دیفالتش هست 60 مثلا درصد دیو اینت هم که اونجوری بخون. یه دونه دیگه هم توی مثلا جنرال اضافه میکنم، گیم مثلا یه هم گیم اسمشو بذارم فعلا الکی گیم اسمشو بذاریم. تو گیم همون چه ستینگی داریم؟ مثلا آخرین سیف چه چپتریه؟ مثلا دیفیکالتی الکیه دیگه فعلا این که نمیخوام دیگه دیفیکالتی اینت بذاریم دیفیکالتی فعلا همون اینت مقدار دیفالت شما صرف بشن درست دیگه در حال ما تایپ دیدیکیتد برای استرینگ نداریم، به خاطر همین خیلی از استرینگ نمیتونی جاست بکنی کاست کر پوینتر و اینا فایده نداره برای اینکه تایپ شما چون حافظه ای ندارم برای اینکه الوکیت کنم توش. نگرانش نباش تو ماکرو ما تو آره اینجا متغیری که جنریت میکنه واقعا از نوع کاست کر پوینتر خواهد بود که نمیخوام اونجوری باشه، یه چیزی میخوام باشه که سایز داشته باشه دیگه. درست آره یه سوالی اگه ما مثلا پروفایل رو اینا بخوایم اضافه کنیم اون اپدیت ها و منیجمنت ها اونجا انجام بده که ما باید هندلش کنیم مثلا همه کار رو خودمون باید بکنیم، مثلا اسم پروفایلش فلانه پس دایرکتوریش تشخیص بدیم تو اپدیت کجاست یا اسم یوزرش رو پیدا کنیم از این چیز همه رو خودمون باید انجام بدیم که چی همینجور نمیده اونم اگه سکینگیه اونم میذاره میریم این طوریه احتمالا مثلا پروفایل نیم یوزر نیم مثلا میتونه اینجوری باشه فایل نیمش میتونه مثلا پروفایل نیم باشه مثلا فایل کانفیگوریشنش به اسم پروفایل نیمش باشه ولی اون وقتی کانفیگوریشن اصلی میخوایم که پروفایل لاست پروفایل چی بشه یه دونه انتری توش داشته باشه که لاست پروفایل باشه. آره اون یه فایل بعد میریم همه کانفیگوریشن میان از تو پروفایل یاد میتونیم اونو تو رجیستری یه عالمه آپشن های مختلف داریم، یا اگه مثلا از استیم استفاده کنیم که ممکنه تو این بازی از لایبرری استیم من استفاده بکنم، اون استیم ورکس رو استفاده بکنم، اون یه کمی کمک میکنه فکر کنم توی ستینگ های پروفایل کلاود میتونه رو کامپیوتر خود ذخیره کنه، کلاود ذخیره کنه فکر کنم. حالا الان اگه اینو اجرا کنم متغیرها این دو تا متغیر اضافه میشن، فانکشناش اضافه میشه، یعنی الان میتونم فانکشن کال کنم، میتونم تو مینم علاوه بر اینکه اون دو تا رو مینویسم اینا رو هم بنویسم دیگه، چیز که نیست که درسته. اینجا علاوه بر سایز ریفرش ریت خب آره و دیفیکالتی رو هم تو بنویسم سی اف جی. ببین الان فانکشن وجود داره، یعنی اوت کامپلیتشن رو من نشون میده فانکشن رو گرافیکس رفرش ریت خب هست دیگه آخه این خاصیت خوب ویژوال استودیو البته که کدایی که ما با ماکرو دیجن ریت میکنی پری پروسس میکنه و از تو زندت میزنه حتی اگه نکنه نمیشه چون پری پروسس رو خیلی تاثیر داره توی سی هدرهای خود ویندوز فانکشن های عادی ویندوز همش خیلی هاشون یه اونایی که با استرینگ سر کار دارن یه ورژن A دارن یه ورژن W یه ورژن ASCII دارن و وایت دارن، مثلا کریت پروسس که باشه یه پروسس جای ران میکنه کریت پروسس A داریم و کریت پروسس W داریم مثلا
و فانکشنی به اسم create process اصلا نداریم. ولی داکیومنتیشن MSDN اگه برید نگاه کنید یه فانکشن به اسم create process نوشته و بر حسب یه سری ماکروهایی تبدیل میشه به create process A یا create process W. برای همین اگه این رو اکسپند نکنه خود هدرای ویندوز رو درست اینجا اوتو کامپلیتش نمیتونه نشون بده. حتی تو خود هدرای ویندوز کلی چت میزنه ولی برام. به جز این گیم دیفیکالتی هم داریم دیگه. درسته. و این رو من با اینکه تو فایلم نیست call to non-static member function missing argument list. این رفرشیت موش مقدار دیفالتش رو بنشون ده 60 و 0. خب الان تو فایل ورودی نیست این وارنینگ هم احتمالا بهم داد دیگه. درسته وارنینگ هم گذاشتم آره وارنینگ آن ریکنایز کانفیگوریشن چرا گذاشت ولی توی اینا هم هر دوش هست GFX game refresh rate اینجا هم که مقدار فلان ولی اگه توی این مثلا اضافه کنم کافی تستم گیم اضافه کنم دیفیکالتی هفت آره دیفیکالتی مصابی هست با هفتصد الان اونجا تو این تشن ترم نذاشتم که تو کارنت هم میشه هفتصد تو دیفالت هم همون صفر یک هفتصد رو خوند آره نوبت تو نوت توی نوتپد ویندوز نه تو نوتپد ویندوز فکر کنم F5 یا کنترل فکر یکی از همین کلیدهای که آدم زیاد استفاده میکنه بزنی دیت فعلی رو اینسرت میکنه بعد خب عادت داره مثلا فایل شیدر مثلا می‌نویسم مثلا تو نوتپد یه موقعی یه معذرت مجبور نیستی یا می‌نوشتم عادت داشتم به جای اینکه بیام کدام اجرا کنم رو اون F5 بزنم بعد هیت دیت سرگیر مثلا شیدر اجازه کردم بعد چی شد حالا مهم نیست 700 کارن تو این صفر و ترتیبش هم ببین به ترتیبی که ما اینجا نوشتیم میاد همیشه خروجی جوری که وارد میکنی بس این متاپروگرامینگمون بس جواب داد دیگه. درسته من اینجا ممکنه 300 تا انتری بخوام اضافه کنم الان که ساپورت استرینگ نداریم یه ذره سخته چون یه سری از این ولیو هم استرینگی خواهد بود دیگه ولی ساپورت استرینگ هم اضافه میکنیم وقتی کانتینر استرینگ رو بنویسیم. فعلا این تو همین استیتی که هست باشه. الان من چیزی به ذهنم نمیرسه که بخوام اضافه کنم. تو چیزی به ذهنم نمیرسه. اینو این جلسه رو تموم میکنیم. فعلا خداحافظ. آه کامی تو اینا نکرد. اینا رو تگ کامی تو اینا رو آن کامرا انجام میدم که متهم کسی من نکنه. این را اضافه باید بکنیم finished up configuration file load and save so added the beginning of a string utility بزنی سشن پنج میشه خیلی سخته سشن دو صفر پنج من نگرانم که یه رقم کم گذاشته باشم باید سه صفر پنج مثلا سه صفر یکی میداشتم و خداحافظ.